shiki shiki baba baba shiki shiki baba shiki shiki baba shiki shiki baba baba shiki shiki baba shiki shiki laka laka boina laka boina boina laka laka boina laka laka boina laka laka boina boina laka laka boina laka laka iba تو عروسی مردونه هم همچون ارکستر داره میزنه، فکر میکنن که دیگه هر شادی هست همینجاست. شادی هاتون رو تمام نکنید اینجا، جای شادی اینجا نیست. دنیا نه غمش پایداره نه شادیش پایداره. فکر نکنی اگر دیندار شدی زندگیتون پر از غم میشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب انما مع العسر یسرا. شادی باید در چارچوب دین باشه، در چارچوب رضای خدا باشه. به این جمله اعتقاد داریم یا نه بزرگان محلچه و منطقه و فیشور و خنج این طرف؟ این که داماد مستجاب و دعاست، این مقوله خوبیه، درسته؟ صحیحه. آیا امروز یک واقعیت هست؟ مصادره شده. چقدر به دامادای جوان ما ظلم شده امروز توسط پدرها و مادرها، توسط پدر و مادر داماد و توسط پدر و مادر عروس. دامادی که خدا و رسول خدا میگه مستجاب الدعاست، ما میگیم باید داماد سکران باشه، باید داماد برقصه. بعضی جاها دیگه اونقدر بیشرم و حیان که دسته آخر ارکستر آخر شب دیگه عروس و داماد با هم میرقصند. چقدر به دامادامون ظلم کردیم، از مستجاب و دایی به کجا بردیمشون. دوستانش میان بهش میگن که اگر شب آخر ازدواجت اون شب یه کتی آبجو بخوری دیگه او سبک میشی، به داماد میگن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که داماد وقتی میره تو حجله تو شب ازدواجش با وضو باشه. وقتی تو حجله کنار همسرش نشست دست بذاره رو بالاترین نقطه سر همسرش و به درگاه خدا دعا بکنه. خدایا شکرت به جا میاریم که این نعمت حلال و نعمت ازدواج رو ما ارزانی دادید. به حول و قوه خودمون نبود، به توفیق و فضل تو بود. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند در حدیث قدسی وعده داده که سه نفر ازشون حمایت بکنه. گفته بر من واجبه که از سه نفر حمایت بکنم. این سه نفر کیان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند به خودش تعهد داده، گفته من از سه نفر حمایت میکنم، بر من واجبه. میدونی این سه نفر کیان؟ یکیش مجاهد فی سبیل الله، من و تو هستیم. شاید بگیم من حالا جهادی نیست، حالا من برم افغانستان و برم تاجیکستان و برم نمیدونم فلسطین و برم و نمیدونم عراق به جنگم خود نمیشه و بالاخره جهاد 5 تا جهاده. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. کدوم یکی توانش داری؟ از این دیگه واضح‌تر، از این دیگه راحت‌تر. جهاد جنگی نمیتونه جهاد مالی، جهاد تبلیغی. حرف خیری؟ شرط نیست که حتما عالم باشه تا نصیحتی بکنه برای مردم. حرف خیر که همه کس میتونه بزنه، پسرم، دخترم، فلان. جهاد تعلیمی، تشویق به علم، حمایت از علم، حمایت از مکتبخانه، حمایت از مجتمعات فرهنگی، حمایت از احداث کتابخانه. اگر کسی این کارا رو کرد تشویقش کنید. اگر خودت عالم نیستی، اگر کار کسی کار آموزش و علم و فرهنگ انجام داد تشویقش کن. خدا جزای خیرت بده، خدا امثال شما زیاد بکنه. آفرین بابا، دستتون درد نکن. تشویق، تشویق. جهاد سیاسی، جهاد جنگی. یک مجاهد فی سبیل اللهی که اسلحه دست گرفته
نه به خاطر شهرت، نه به خاطر پست و مقام، نه به خاطر غنیمت و مال جنگی، فقط به خاطر رضای خدا و توسعه دین خدا و نشر دین خدا. خداوند گفته از این من حمایت میکنم. خودتو مجاهد قرار بده. 5 تا جهاد: جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. حتما باید مجاهد باشی. ان تنصر الله ینصرکم. نفر دوم کیه؟ جوانی که زمینه فحشا و بی‌عفتی او فراهمه و هیچ چیزی مانع او نمیشه که بره تن به فحشا بده، فقط یک چیز، اونم این که خداشو دوست داره و عفت و پاکدامنی و آبروشو دوست داره. اونقدر شهوت به او فشار میاره که همینجور پریشان تو کوچه و شهر داره میچرخه. کسی ازش سوال نمیکنه چرا گرفته هستید، چند مدت تو خودتید. شما نمیدونید مبارزه شهوت. کتابهایی نوشته شده، این کتابها رو بخونید. جرائم روانی جنسی. شهوت پهلوان رو از پا در میاره. شیخ و ملا و حاکم و پادشاه و گدا و سفید و سیاه و تاجر و فقیر رو نمیشناسه. باید به موقعش رسید. باید به موقع معالجش کرد. وگرنه آبرویی برای شیخ. نه آبروی، پسر شیخ، دختر شیخ و ملاست، پسر پادشاست. تاریخ رو ورق بزنید که شهوت چه خرمنهایی رو برباد نداده، منجر به چه گناهایی که نشده، حتی منجر به قتلم شده، منجر به آدم ربایی شده، منجر به اعتیاد شده، منجر به دزدی شده. شهوت باید به موقع معالجه کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر می‌فرمایند در یک جامعه هرچی که آمار متأهلین، ببخشید، آمار مجردین کمتر بشه بیاد پایین‌تر، آمار جرم و جنایت هم میاد پایین. از این دیگه واضح‌تر بگه. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند اگر می‌خوای در جامعه شما آمار و ارقام جرم و جنایت بیاد پایین کم بشه، آمار جوانای مجردتون رو کم بکنید. خیلی ناستیم بالا بزنن. میگم چند شب پیش ما گروک بودیم طرف سیری 20 داماد. یه عزیزی بلند شد گفت نفر 500 هزار تومن من هدیه میدم به این دامادهایی که یک جا چه ارکستر شما پول گرفتید آقا ستار؟ تازه قوال باید 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه پیش برید 200-300 هزار تومن بهش بیانیه هم بدید. من نمیدونم بندگان خدا چرا از خدمت دیگران، اونم خدمت رایگان، بدشون میاد. برای امنیت خودشون، برای سلامتی خودشون، برای حفظ آبروی خودشون میگن نه ما هم پول به قوال میدیم بهتره. 1,000,000 تومان. روز قیامت اگر که صف تو با صف رسول الله جدا کردن، تو را بردن تو صف قوال که خوب پول میچسبونی تو پیشونیش، صف رسول الله همون طرفه، خواستی که بری اون طرف رسول الله، قوال میخواد بری اون طرف، میگن تو برو، تو خود یه صف تشکیل دادی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا میخوای بری تو صف رسول الله؟ اونجا آدم کجا میره؟ اونجا دیگه نمیذارن سر تو یه واشکی بندازی من برم تو صف رسول الله قایم بشم، از همونجا درت میارن. فإلهم بالساهره، خواب از همه میپره. دشت محشر میگن یه تپه شنی هم نداره. میگن دشت محشر، خودمون نمیگیم دشت محشر، محشر یه تپه شنی هم نداره، فقط صاف زمینه. تو چش کار میکنه؟ کسی نمیتونه خودش اونجا قایم بکنه. خوابم اونجا نیست. فإذا هم بالساهره، اسم سرزمین محشر سرزمین ساهره است، واحد و چشم. ما سحر داریم واحد جیمی و سحر داریم واحد و چشم، یعنی سرزمین بیخوابی، سرزمینی که اگر تو یک سالم نخوابیده باشی بازم چرت نمیزنی، اینطوری گرفتی سرت. امروز درباره من چه قضاوت میشود؟ لخت مادرزا، کسی نگاه به شرمگاه کسی نمیکنه.
ام المؤمنین عایشه سوال کرد رضی الله عنهما، یا رسول الله مرد و زن لخت مادرزا از قبل در میان؟ گفت مرد و زن لخت. گفت نگاه به شرمگاه هم نمی کنن؟ گفت حول و وحشت اون روز به کسی اجازه نمیده نگاه بشه، هر کسی سرش گرفته. اینجاست که یه عده میگن که ها امقرو کتابیه اینی ظننت انی ملاقیه، کتاب من بخورید، من قبول شده هم. من تو صف رسول الله صلی الله علیه وسلم و یاران رسول الله و ناصرین رسول الله و حامیان دین و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در دنیا بودم، زمینه انحراف داشتم ولی به خاطر خدا انحرافم رو خود کردم، گردن هوا و هوسم رو خود کردم، تابع خدا و رسول خدا کردم. امروز خیلی ها گردن دین و قرآن رو خرد میکنن تابع